نسخه ما باراز یه قدمت خیلی طولانی داره. زناشون سازنه که روستا هستن هم کارهای زیادی انجام میدادن، ولی خب یکی از جمله کارهایی که قبلا انجام میدادن همین گلدوزی سنتی بوده که کار میکردن میشه. ولی متاسفانه این هنر رو دیگه گذاشتن کنار و به فراموشی سپرده شد. نه اینکه مثلا یادشون رفته لوختشون، ولی خب انجام ندادن. سال گذشته ما با آقای نوباش تو که مدیر عامل سپهر هم تو شهرستان قایم گفتیم بیا حالا که نمیتونیم از گردشگری و ایران به صاحب از این آقایم از کامل استفاده کنیم، بیاییم تا یک هنر دیگه کار دیگر رو برای خانم انجام بدیم تا این منبع درآمد باشه براشون. خلاصه گفتیم تو زمینه گلدوزی کار کنیم. آقای نوربخش یک دو میلیون پول رو بهمون دادن، گفتن که شما پارچه و نخ آماده کنین، تر هم بکشین، بیدین تا خانم ها کار کنن. ما رفتیم زاهدان، زاهدان نخ و پارچه رو از زاهدان گرفتم. اومدیم البته سه نفر از خانم هایی که میخواستم که زمینه کار کنم با خودم بردم اونجا. آره. خلاصه اومدیم قایم و ما اینا رو یک سری مرو یه قرارداد با آقای نوربخش بستیم. راستی یه قرارداد من تو بهمن ماه باقی نوربخش بستم که اینو قرار بود ما تا آخر اسفند 6 تا رومیزی، 6 تا بسیار دیوارکوب، 30 تا در کیسه برای بسیار زعفرون و 20 تا هم کیسه خرید براشون بسیار تردیدشو بیدیم. ما اینقدر این خانوم مشتاق بودن و کار میخواستم بکنم تعدادشون زیاد شد که تونستیم فکر کنم 20-25 روزه حدود 10 تا رومیزی، خلاصه اینا دو برابر ما تردیدشون دادیم. آره. ما گفتیم تنهایی بخوام کار کنیم یا من بخوام در خونه یکی یکیشون برم و بگم که مثلا حالا شما این پارچه رو بگیرین، اونطوری که نمیشه. گفتیم تابونی رو تشکیل بدیم. ما یه تابونی روستایی رو و باز به خاطر اینکه روستاهای دیگر درگیر این کار بکنم یا اتحاد و هماهنگی بینمون باشه، در روستای کرو، فلک، کلات سعید و بارا، سه تا این 4 تا روستا رو درگیر کردیم و 19 نفر از بارا شدن و 5-6 نفر از فلک و مثلا 3-4 نفر از کرو، 3-4 نفر از کلات سعید. اینا با هم بازم من پارچه بردم گفتم حالا نمونه کار برای من بدوزن بیان ببینیم چی میشه نمونه کارتون. خوشبختانه کار کردن و یه سری کارهای رو برای من درست کردن که حالا تو همون شهرستان قایم تونستیم روی تعدادش رو فروش برسونیم. دیگه ما حدودا اول برج 6 رفتیم تو گروسته باراز، خانم اومدن اونجا، ما تاونیم دیگه اساسا راندازی کردیم با 33 نفر. میگم زمان قدیم، البته زمانی که من بودم نه، مثلا مامانم و مثلا حالا شاید 40 سال پیش طوری بوده که خانم دخترایی که تو روستا بودن اینا موظف بودن که خودشون برای جهیزیهشون 40 تا سارق بخچه های 40 تا رو گلدوزی میکردن، آماده میکردن که توی این سارقا مثلا پارچه مثلا پیتنیشون رو میبستن، شلوار مثلا روسری چادر اینا رو مثلا همه چیزاشونا، یا مثلا این مجموعه های بزرگ مسی جایزه رو میذاشتن روش، باز یکی از اون سارقا رو آره مینداختن روش که مثلا میبردن خونه بخت برایشون میبردن. و اینم حتما باید خود دختر گلدوزش انجام میداد، یعنی مادر داماد اگه مثلا میومد تحقیق ببینه الان دختر خودش داره گلدوزی میکنه یا نه، بعدا میرفتن خواستگاری براش. و یه چیز دیگه هم که وقتی که عقدشون هم میکردن داماد یک پرده ای رو نقاشی میکرده با تاریخ عقدشون. خب آره. و عروس اون پرده رو باید میدوخت. این داستان به این اتفاقی منطقه ای ما.